سلام و درود بر شما بینندگان گرامی تلویزیون تیشک با برنامه نگاه در خدمت شما عزیزان هستیم به همراه مهمانان امشب برنامه ما. در برنامه امشب در خدمت دو تن از دوستان و فعالان سیاسی هستیم. آقای پرویز نویدی، یکی از رهبران سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، و همچنین دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه، استاد جامعه شناسی و اقتصاد، که قصد داریم در خدمت این دو عزیز که امشب مهمان ما هستند نگاهی داشته باشیم به تحولات حال حاضر ایران و عملکرد دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، دولت حسن روحانی. آقای نویدی سلام، شب خیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما. سلام از بنده، خیلی تشکر میکنم، سلام میکنم به هم میهنان عزیز که این برنامه رو میبینن و همینطور به دوست گرامی آقای زادی، و تشکر میکنم از شما که این فرصت رو برای ما فراهم کردید که بتونیم صحبتی با هم داشته باشیم. خب آقای دکتر ایجادی سلام و درود داریم خدمت شما و خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما. سلام دوست عزیز، سلام بر همه شهروندان ایران، امیدوارم که همیشه خوب و شاد و سربلند باشن و خیلی متشکرم از این فرصتی که داده میشه تا اینکه بتونیم در بحث‌های مربوط به جامعه ایران شرکت بکنیم. خب آقای نویدی، اگه بخوایم سریع به اصل مطلب بریم و اصلا زمان برنامه رو از دست ندیم، و اگه بخوایم یک نگاهی به عملکرد دولت روحانی تو این مدتی که روی کار اومده بندازیم، به نظرم بد نیست چون با توجه به مقوله اعدامی که تو این چند روز پیش اومده یک نگاهی داشته باشیم به بعد حقوق بشری دولت روحانی و عملکردش طی این، البته برای شروع برنامه، چون مسائل و نکات زیادی هست که در قبال بر دولت جمهوری اسلامی باید نگاه کنیم، ولی خب گفتم چون تو این چند روزه مسئله اعدام 16 بلوچ و دو کرد در پیش بود، از این قسمت شروع کنیم. نظر شما رو خواهش می‌کنم. به هر طور که شما مایل باشید. بله، اول باید بگم که متاسفانه این 16 تا آخرین خبریه که شنیدیم، ولی از زمانی که این انتخابات صورت گرفته تا حالا 200 تن رو اینا اعدام کرده بود. همونطور که میدونید آقای روحانی در اون وعده‌های انتخاباتیش بر چند نکته تاکید داشت. یکیش حل مسئله هسته‌ای، بحران هسته‌ای که با دنیای غرب به وجود اومده بود. دومین مسئله وضعیت اقتصادی مردم، اینکه بالاخره مردم بعد از این همه مصائبی که کشیدن و این تحریم ها و این تورم افزار گسیخته ای که در جامعه ما هست که اصلا سابقه نداشته تا حالا، گرچه همیشه جمهوری اسلامی با بحران و با فساد و اینا همراه بوده، ولی این وضعیتی که امروز هست در جامعه ایران هیچ وقت سابقه نداشت. خب اینم یکی از مسائل مهم دیگه بود. و اعتدالی که مطرح میکرد، این که بایستی در فضای امنیتی برچیده بشه و اینا. خب اگر ما بخوایم کارنامه آقای روحانی رو بررسی بکنیم، در اساس باید بر مبنای همین فعلا ادعاها یا وعده‌های انتخاباتی، چون معمولا همیشه هر حکومتی که میاد یه وعده‌هایی میده و بر اساس اینکه به اون وعده ها چقدر عمل کرده قابل سنجشه. گرچه این وعده ها برای حل مسائل ایران کافی نبودن، ولی ما اگر بخوایم بمونیم روی اون صحبتی که شما کردید، آقای روحانی در زمینه مسائل داخلی و ایجاد فضای باز یا برچیدن فضای امنیتی دستش نه باز بود و نه مثل موارد دیگه وعده های آنچنان محکمی رو میداد. واقعیت اینه که تغییری که بعد از روی کار آمدن روحانی در سیاست های جمهوری اسلامی به وجود اومده، که اومده البته تو ما الان در دوره احمدی نژاد نیستیم، ولی این تغییر اساسا متوجه سیاست های خارجی است و به هیچ وجه فضایی در داخل متاسفانه دیده نمیشه که تغییری داشته باشه. درست روزهایی که سفر داشت به خارج، 17 نفر زندانی رو این آزاد کردن که
که اکثرن هم محکومیتشون تموم شده بود یا تموم نشده بود، داشت به پایان میرسید. ولی خب این بیشتر یک سینیالی بود به غرب، برای اینکه شما میدونید که در اینجا مذاکرات با جمهوری اسلامی که سالیان سال به عنوان یک حکومت توتالیتر، دیکتاتور، مذهبی، دینی که همه چیز رو قاطی کرده، برای افکار عمومی دنیا به این راحتی نیست که همه مسائل داخل رو فراموش بکنم فقط روی مذاکرات برم. بنابراین بایستی علائمی از این که بگم بله بالاخره تغییراتی داره در این جمهوری به وجود میاد باشه، و اینا هم متوجه این قضیه بودن، به همین دلیل اونجا یه همچین حرکتی رو انجام دادن. ولی به طور جدی ما آثاری، علائمی از این که بخواد فضای باز بشه در ایران نمیبینیم. حالا بیشتر صحبت بکنیم چون شما سوال کردید این رو، من فقط در همین محدوده میگم، ولی بعدا صحبت میکنیم که چرا نمیتونه در این زمینه تغییرات مثل تغییرات سیاست خارجی باشه و چرا اصولا در اونجا چنین سیاستی رو میخوان تغییر بدن. این رو اگه موافقید برای اینکه من طولانی نرم بذاریم بعدش صحبت بکنیم. ولی خب در این زمینه پروندهش پرونده خیلی مثبتی نیست. خب اگه ایجادی نظر شما رو داشته باشین، شما این دولتی که به قول خودشون دولت اعتدال و امید اسمشو گذاشتن، چه عملکردی داشته با توجه به شعارهای انتخاباتی، برنامه هایی که برای ریاست جمهوریش اعلام کرد، شما این رسیدن به این برنامه ها و یا دوری کردن از این برنامه ها، نرسیدن به اون رو تا چه حد میبینید؟ از موضوعی که ملاک رضاوت من دو نکته هستش. نکته اول در ارتباط با برنامه‌ای که من دموکرات بهش اعتقاد دارم، یعنی همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، بر پایه مبانی حقوق بشر. اگر بنابراین مبانی حقوق بشر رو، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی قطع شکنجه، قطع اعدام و غیره، اینها بیان خواستای اساسی در منشور حقوق بشر هستش، این بنابراین پایه اولیه ارزشیابی من از این دولت که 3 ماه گذشته هستش قرار میگیره. دومین پایه هم تمام وعده ها و برنامه‌ای که خود آقای روحانی دادند که در 3 ماه پیش از جمله مطرح کرد که مسئله زندانی سیاسی باید برخورد جدیدی بشه، از جمله مطرح کرد در ارتباط با روزنامه نگاران باید فضا باز بشه، از جمله مطرح کردند که در ارتباط با مسائل مربوط به گرفتگی ها و فشارهایی که روی زنان هستش باید مقدار اعتدال درش به وجود بیاد، و در مجموعه اینها اسمش رو گذاشتن دولت اعتدال. حال در ارتباط با نکته اول، به طبع ما بسیار فرسنگ‌ها دور هستیم از اجرای سیاست‌های مبتنی بر حقوق بشر، و طبعا من شخص انتظاری ندارم که دولت جمهوری اسلامی که زیر پرچم ولایت فقیه داره کار میکنه به همچنین سطحی در واقع اقدام بکنه. اون در ماهیتش نیست جز خط استبداد و خشونت و به هر حال مجموعه گرفتاری هایی که از این نظام ولایت فقیهی برمیخیزه. ولی در ارتباط با وعده هایی که خود آقای روحانی دادن، ما توجه اگر بکنیم میبینیم که به فرض مثلا همطور که دوستم در اینجا مطرح کرد آقای نویدی، این که بر اساس آخرین گزارشی که سازمان عفو بین‌المللی مطرح کرده، در ایران در طی سال 2013 در واقع ما حدود رقم داده 314 نفر اعدام شدن، که از زمانی هم که آقای روحانی اومدن سرکار باز ریتم اعدام ها در واقع تشدید شده. خب یک، دو، این که جز موارد نادری که در ارتباط با مسئله زندانیان سیاسی بوده، زندان سیاسی در واقع آزاد نشدن، و ما میبینیم که حتی گاه مسئله بر اساس سیاست گرانگیری و انتقام کشی این زندانی سیاسی در واقع تیرباران میشن، از بین میرن. بنابراین، و یا مثلا شما توجه بکنید نسبت به مسائل مربوط به روزنامه نگاران، طبعا یک فضایی به وجود میاد که در این فضا روزنامه نگاران، جامعه مدنی، همه کوشندگان تلاش دارن و به حقم حقشون هم هست، به خاطر اینکه این فضا اگر به وجود اومده زیر جو خواستای جامعه به وجود اومده
و این به اعتبار سیاست‌های نرمشگرایانه بخشی از حکومت یا نیست، اون نتیجه مجموعه خواست‌ها و مطالباتی است که در کشور وجود داشته. و اگر ما با توجه به این نگاه بکنیم، به فرض همین دیروز یا پریروز رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد نیست و به اصطلاح کماکان از اون محدودیت گذشته در نیامده. خب ممکنی گفته بشه که 3 ماه خیلی کوتاهه. خب طبعا برای یک سیاست دولتی کوتاه هست. طبعا تناقضات شدیدی در درون هیئت حاکمه وجود داره. ما بر اساس یک تحلیل دقیقی که میتونیم بکنیم، به هر حال یه واقعیتی هستش که لایه‌های گوناگونی در درون این حکومت تناقضات با هم دارن، منافعی رو دارن از دست میدن بخشایش، منافعی رو میخوان کسب بکنن بخشای دیگه ایش، و مجموعه این دایره هایی که به حول ولایت فقیه، به حول بیت ولایت فقیه هستش، اینها دستخوش تنش ها و به اصطلاح تعیین تاکتیک های استراتژی خودش هستن و بنابراین راحت نمیذارن کسی رو که امروز به سر کار اومده. ولی که در این حال یاد اون باشه که در زمان دوران آقای خاتمی هم این گونه مسائل پیوسته وجود داشته و خواهد داشت، و بنابراین ما در یک نوعی برخورد ساده لوحانه نباید بیافتیم. این که آقای روحانی امروز آشکارتر اعلام بکنه که زندانی سیاسی باید مورد مستقیما برخورد مجدد دستگاه قضایی قرار بگیره، این که دستگاه قضایی کاملا استقلال داشته باشه، این در کجاش در تناقض با برنامه‌ای که بر پایه این ایشون به اصطلاح انتخاب شدن. بنابراین آنچه که نمیگه یا به لحاظ به هر حال توجه به جناهای مختلفش هستش، تاکتیک های درونیشون هستش، سکوتشون هستش، عدم جرأتش هستش و غیر ذلک. بنابراین این حداقلی هم که از جانب به اصطلاح خود این دولت مطرح شده که به عنوان دولت اعتدال میخواد خودش رو نام ببره، این خانایی نداره. بنابراین امر اعتدال در این سیاست کنونی به لحاظ همه این مسائلی که ذکرش کردیم و برمیگرده به خشونت در درون جامعه، برمیگرده به خشونت سیاسی نسبت به جامعه مدنی و نسبت به اپوزیسیون ایران و مجموعه کنشگران صحنه سیاست و فعالین اجتماعی، این قطع نشده یا کم نشده. به این خاطر هستش که هنوزه برای شاید به اصطلاح قضاوت کامل و دقیق شاید زود باشه، ولی که آنچه که تا به حال اتفاق افتاده واقعا قابل انتقاد هستش و فردی که آرزوی دموکراسی در این کشور رو داره نمیتونه در واقع خاموش بمونه. بله تشکر. خب آقای نویدی، میرسیم به ادامه بحث شما. و اون نکته‌ای که شما اشاره کردید، اون چرایی تغییر نکردن سیاست جمهوری اسلامی ایران در بعد داخلی است. ببینید، ما الان اگر به صحنه سیاسی ایران نگاه کنیم، از موقعی که آقای روحانی سر کار اومده، به طور واقعی یک تغییری رو در سیاست خارجی شاهدیم. تغییر مثبتی هم است از نظر من. یعنی ما همواره با سیاست ماجراجویی جمهوری اسلامی در رابطه با این مسئله بحران اتمی مخالف بودیم. اون رو مسبب به وجود آورنده این بحران میدونستیم و از این طرف با جنگ طلبی برخی محافل در غرب که تهدید میکردن، یا اسرائیل به ویژه، که به ایران حمله بکنن و از طریق مسئله نظامی این قضیه رو حل بکنن، با اون هم مخالف بودیم. در رابطه با تحریم های اقتصادی همواره مطرح میکردیم که این تحریم ها میتونه مردم رو به فلاکت بکشونه، این تحریم ها بایستی خیلی هوشمندانه باشه، نباید دودش به چشم مردم بره. و بنابراین ولی مجموعه این مسئله رو اکتورهای مختلفی بودن، ولی جمهوری اسلامی مسبب اصلی این بحرانی بود که به وجود اومده بود. در این مدتی که در دوران آقای احمدی نژاد این وضعیت هی اوج گرفت، کارو به جایی رسوند که دست اندرکاران متوجه شدن که با این وضعیت نمیتونن ادامه بدن.
یعنی این بحران بیرونی، این فلاکت اقتصادی که نتیجه این تحریم ها اساسا بوده از اون فساد و دزدی ها و ندانم کاری هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، ولی این تحریم ها هم کمرش رو شکنده بود. بنابراین امکان ادامه وضعیت، این از نظر بیرونی، اون از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و اجتماعی هم در حقیقت ما یک دوره ای رو پشتر گذاشتیم، یک جنبشی داشتیم به نام 88 که خواستهای مشخصی داشت و این خواستها نه تنها به هیچ کدومش پاسخی داده نشده بود بلکه به شدت سرکوب شده بود. بنابراین این پتانسیل حرکت در جامعه به صورت یک فنر فشرده کاملا وجود داشت. بنابراین اینها متوجه بودند که اگر این عوامل با هم دیگه جمع بشن هستیشون در خطر. جمهوری اسلامی ایران یک خط قرمز داره، همشون تمام گرایشاتشون این رو رعایت میکنن و اون منافع و مصالح نظامه، یعنی موجودیت نظام به خطر بیفته اینها میتونن کوتاه بیان، میتونن جام زهر بنوشن، میتونن با هم بیعت بکنن برای اینکه بتونن اینو حفظ بکنن، برای اینکه میدونن که این بره همشون کارشون زار. بنابراین این مسئله به اعتقاد من این سوال اصلا اول مطرحه که آیا این چرخش در سیاست خارجی سیاست آقای روحانیه با مخالفت خامنه ای، یا سیاست آقای خامنه ایه به دست روحانی؟ به اعتقاد من این سیاست سیاستی است که خامنه ای رفته پاش. امکان نداره که در مورد مسئله اتمی مذاکره با آمریکا، نحوه برخورد به اسرائیل بدون نظر خامنه ای اونها بتونن کاری انجام بدن. ما یادمون نرفته در دوره همین انتخابات زمانی که رفسنجانی داشت آماده میشد خودشو کاندید بکنه، مطرح کرد ما با اسرائیل در جنگ نیستیم، یا مسئله بحران اتمی بایستی چطوری حل بشه. خامنه ای بدون اینکه اسم ببره گفت آقا شما در حدی حرف بزنید که مسئولیت دارید، چیزایی که به شما ربطی نداره دخالت نکنید. یعنی اینها حوزه شما نیست، در ید قدرت شما نیست، این مسائل مربوط به من. بنابراین این وضعی که به وجود اومده بود خامنه ای رو به این کشوند که برن پای حل مسئله به ویژه در خارج، یعنی حداقل این فشار خارج و این بحران اقتصادی رو که یه بخش وسیعش ناشی از همین مسئله هست، از این تحریم ها هست، این رو بتونن حل بکنن، اون وقت حساب این ملت ایران رو برسن. پس همچنان نگاه مثبتی ندارن، یعنی امیدی به بهبود شرایط داخلی نیست. بله، شرایط اجتماعی مردم. ما به همین دلیل هم میبینیم که در مسائل داخل ما شاهد هیچ چیز حتی سمبولیک هم اونطوری نیستیم، به جز 17 نفری که میگم یه تعدادشون اصلا مدت کمی از زندانشون مونده بود و اونم چاشنی اون سفری بود برای مذاکرات. بنابراین من در مورد مسائل داخلی چنین چیزی نمیدونم، اما در مورد مسئله خارج جدی قضیه، ولی این جدیت هم با زیگزاگ‌های زیادی رو به روه. یعنی آقای روحانی میره اونجا، چند یه ماه پیشش خامنه‌ای میگه در حد اختیارات خودتون صحبت کنید، روحانی میگه من با تمام اختیارات اومدم صحبت بکنم، یعنی ایشون اختیار داده بهش که بره صحبت کنه. منتها خب اگر مسئله خوب پیش بره خامنه ای به حساب خودش خواهد گذاشت که اجازه دادیم بالاخره سیاست اینطوری شد، همون نرمش قهرمانانه رو انجام دادیم. اگر به نتیجه نرسه روحانی رو قربانی میکنه که گفتم بهتون این کارا رو نکنید نتیجه نداره، اصرار کردید گفتم خب برید امتحان کنید، باز اون ور رو بتونه رهبریشو بگی. این زیگزاگ زدنش هم در همین رابطه است. ببینید در ایران یه نیروی به شدت منافع داره در این حالت بحران، اینها از طریق قاچاق، از طریق تورم کالا، اینا سودهای میلیونی میبرن. بنابراین به هیچ وجه خواهان این نیستن که روابط با غرب عادی بشه، به ویژه با آمریکا عادی بشه، مسئله بحران هسته‌ای حل بشه. در نتیجه
برخنم فکری هست بعضی هاشونم. اینها فشار ویژه خودشونو میارن و وزن خودشونو دارن، تأثیر میذارن در خاتم خامنه ای. وقتی که اون میره ما میبینیم اونجا تلفنی صحبت میکنن، شروع میشه از احمد خاتمی در نماز جمعه مطرح میکنه، کیهان مطرح میکنه شریعت مداری، از اون ور سران فرماندهان ارتش سپاه شروع میکنن و خود خامنه ای هم میره یواش یواش تو زلده اینا. بنابراین این قضیه هم که حتی میفهمم منافع و مصالح و موجودیتشون بهش بستگی داره، باید یه راه حلی براش پیدا کنن در بیرون، با یه همچین موانعی روبروی برن که اینو پیش ببرن تا چه برسه به مسائل داخل. در مورد مسئله داخل واقعیت اینه که اینا همونطور که ایشون هم گفتن، اصلا در مورد این جمهوری اسلامی در قالب حقوق بشر و نمیدونم دموکراسی و اینا نمیشه صحبت کرد. صحبت در حد همون برچیدن فضای امنیتی، بگیر به بندها رو یک کمی شل کردن، در همین حد مطرحه. خب همینشم به نفع جامعه هست، میتونه به جنبش های اجتماعی میدانی باز بکنه که حرکت بکنن و ما باید از اون استقبال بکنیم همچین چیزی رو. همونطور که حل بحران به نفع مردمه، ما وقتی محکوم میکنیم جمهوری اسلامی رو که یه همچین وضعیتی رو به وجود آورده، وقتی ناچار شده، حتی ناچار شده میخواد این رو حل بکنه، دیگه اونجا رو نباید محکوم شد. باید گفت که خب فهمیدی، خیلی خوب، ما هم که سال هاست داریم همین رو میگیم. در این جهت باید بره، ولی مسئولیتش مستقیما به عهده جمهوری اسلامی بود. در مورد داخل، ولی خب اینا وحشت زیادی دارن، برای اینکه میترسن کنترل کاملا از دستشون خارج بشه و یه مقدارم با اون افکار و عقایدشون اصلا نمیخونه این چیزا. این البته به این معنا نیست که زیر فشار به یک سری به اصطلاح محدودیت هایی که در دوره احمدی نژاد به شدت به وجود اومده بود، یک کمی به اصطلاح تخفیفی داده بشه، یه فضایی رو بتونن باز بکنن. ولی این فشار، همونطوری که آقای ایزدی هم اشاره کردند، این فشار مردمه، این حرکت مردمه. این دولت نبود که بیاد این فضا رو بسازه، مردم با یه حرکتی این فضا رو ساختن. جمهوری اسلامی تمام تلاش کرد، وحشتش این بود که یک 88 دیگری به وجود بیاد. به همین دلیل به جای اینکه بیاد در نتیجه انتخابات تقلب بکنه، تقلبش رو یا مهندسیش رو قبل از انتخابات، قبل از کاندید شدن ها کرد و همه اونایی رو که نمیخواست قلقم کرد. و بالاخره حالا آقای روحانی البته دورترین نزدیکان بود، ولی قابل قبول، ایشون اومدن و مردم هم یه حرکتی کردن، این رو تبدیل کردن به یه چیزی، فضایی باز شد. ببینید اون چه که مهمه این فضاست، نه اینکه روحانی برنامه‌اش یه چیزی است که تغییر میده، نه اینکه روحانی در مقابل خامنه‌ای قرار خواهد گرفت و یه سیاست خاصی رو پیش خواهد برد. من چنین چیزی رو در دور قبلمون چند ماه پیش، تازه ایشون انتخاب شد، گفتم در ناصیه ایشون نمیرم. آرزوم اینه که جامعه باز بشه، بره به سوی یک فضایی که بتونن مردم نفسی بکشن، ولی با آرزو نمیشه. این نیرو، این فرد، این کسایی که اومدن چنین قابلیتی رو که بتونن در مقابل نیروهای دیگه، اولا خواست خودشون باشه که من تردید دارم که نیست، یعنی دموکراسی که مطلقا در حد همین محدود که صحبت میکنیم، و بعد دومی که بتونن از عهده بقیه بر بیان. بنابراین اینها در داخل من گشایش چیزی رو نمیبینم در چشم انداز، ولی مسئله بیرون ناچارن اینها یه راه حلی براش پیدا بکنن. بله آقای جدید، آقای نویدی به یک نکته اشاره کردن و اون یکی از شعارهای انتخاباتی و بحثی بود که همچنان دولت روحانی ادامه داره، این که میخواد فضای امنیتی رو از جامعه ایران پاک کنه، ولی خب در عمل میبینیم که یک سری حرکتایی داره که اینو نشون نمیده. به عنوان مثال یکی از عاملان کشدار 67 به عنوان وزیر دادگستری معرفی میشه، الان که مدتی هست که فشاری از ناحیه کارگران هست، اعتصاباتی هست به خاطر حقوق ندادن، تظاهراتی هست، فعالان سندیکای کارگری هست که البته اونا بیشترشون زندانی شدن و یا همچنان در زندان هستن و نمیتونن آزاد بشن، میان یکی از نیروهای امنیتی رو به عنوان وزیر کار معرفی میکنن. شما اینو چطور میبینید؟ واقعیت جمهوری اسلامی در
وجود نیروهای امنیتی و انتظامی و در رأس اونها سیستم سپاه پاسداران هست که یک بخش اساسی از این نظام رو تشکیل میده. یعنی امروز جناح‌های سیاسی و امنیتی اینها فقط نقششون در حفاظت کشور نیست، فقط نقششون در سرکوب مردم هم نیست، در ضمن اینها نقششون در حفظ و توسعه منافع اقتصادی و مالی هست و مجموعه شبکه اقتصادی که تحت کنترل اینها هستش. بنابراین اینها بر اساس ماهیت و ذات خودشون تمایل به استبداد، تمایل به خفقان، تمایل در واقع به محدود کردن داشتن و خواهند داشت. تمامی تاریخ جمهوری اسلامی در ارتباط با سپاه پاسداران جز این چیزی دیگه ای نبوده و بنابراین تمام کشتارهایی که در زندانها صورت گرفته، سرکوب مردم، زنان ایران، دانشیان ایران، همه و همه در راستای این نظام استبدادی که با استبداد مذهبی عجین شده. یعنی ما زمانی که استبداد سیاسی داریم، این رو بر پایه به دنبال خواست خودش در ارتباط با مسئله قدرت، تمامی نگاه‌ها، تمامی گرایشاتی که نسبت به این قدرت سیاسی انتقاد دارن رو میخواد سرکوب بکنه. زمانی که علاوه بر این ما با یک استبداد مذهبی مواجه هستیم، یعنی هر گونه نگاهی که برخلاف دین، برخلاف ایدولوژی مذهبی این دستگاه قرار بگیره، اضافه میشه بر اون به اصطلاح حدت و شدت استبداد. برابر این استبداد جمهوری اسلامی هم سیاسی هستش و هم در واقع مذهبی هستش، به خاطر اینکه نهاد دولت در ایران، نهاد حکومتی در ایران یک نهاد دینی هستش و این برخلاف مکانیزم دموکراتیک جوامع هستند و به همین خاطر اسلام باید بره به درون حوزه ها، اسلام باید فقط در قلب کسانی که بهش اعتقاد دارن باقی بمونه و صحنه سیاست در واقع خارج بشه. بنابراین با توجه به این نکات هستش که نکته‌ای که شما مطرح میکنید، طبعا ببینید الان عملکرد به اصطلاح سیستم قضایی ایران چیست؟ تمام سیستم قضایی ایران بر پایه خواستای ولایت فقیه و مکانیزمای ایدئولوژیک اون و مطابع با منافع نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی عمل میکنه. این سیستم قضایی به هیچ وجه استقلالی نداره. اگر اومدند و رفتند و بخشی و 16 نفر از به اصطلاح افراد بلوچ رو گرفتند و به این ترتیب به شکل تلافی جنایی اعدام کردند، این بر پایه قاعده قضایی نبود، بر اساس قاعده قانونی نبود. این فقط چون نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی چنین تمایلشون بود، این هم به اون ترتیب عمل کرد که ایجاد وحشت بکنه. بنابراین نکته‌ای که هستش اینه که ما از این نظام نمیتونیم خواهان این باشیم که به فرض از مکانیزم‌های استبداد و خفقان و سرکوب خودش دست برداره، ولیکن حق مردم ایران هست که در واقع نسبت به این فشاری که در جامعه به وجود اومده این کاسته بشه، بتونن مردم نفس بکشن. نفس کشیدنشون هم به چه معنا هستش؟ به این معنا هستش که نهادهای به اصطلاح اجتماعی بتونه حرفشونو بزنن، روزنامه نگارا بتونن حرفشونو بزنن، افراد سیاسی در داخل کشور بتونن حرفشونو بزنن، حتی عناصری که نزدیک به حکومت هستن بتونن صحبتشونو بدون اینکه آزاری متوجه اینها بشه آسوده صحبتشونو بکنن، مردم ایران، زنان ایران بتونن حرف بزنن، انتقاد بکنن نسبت به مسئله به اصطلاح حجاب اسلامی که ننگی هست برای جامعه ایران، مردم ایران بتونن صحبت بکنن که انتقاد بکنن سیاست و سیستم اتمی ایران که پیوسته و پیوسته یک سیاستی کاملا در خفا و کاملا غیر شفاف بوده و در واقع بهانه‌ای بوده، امکانی بوده، فرصتی بوده که حکومت مداران از این کانال بتونن هم به فساد اقتصادی خودشون دسترسی پیدا کنن بیش از پیش، هم در ارتباط با منافع هژمونیکی خودشون در منطقه و اون تمایلی که من فکر می‌کنم که کماکان در دستور کار خودشون هست مسئله ساختن بمب به پیش ببرن و بنابراین برای رفتن به
این سمت باید همه افراد جامعه خفه بشن از نظر این منطق و به این ترتیب هستش که اینها همه مکانیزم های استبداد رو کنار نخواهند زد تا یه حدودی، تا اونجایی که بشه یه مقدار اطلاع بدن به جامعه. ببینید که تغییر پیدا کرده نسبت به دوران احمدی نژاد که شاید یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ مملکت ایران بوده و همچنین در دوره حتی جمهوری اسلامی. و این تقلب در بیان، یعنی از یک طرف میگفت مثلا به خانوها چه این چه وضعی شستش که به خانوها مثلا بعد فشار بیاری راجب حجاب و این حرفا، ولی در همون دولت در همون سیستم امنیتی بیشترین فشارها نسبت به جامعه در واقع وارد میشد. به این خاطر هستش که من فکر میکنم که از این سیستم انتظار زیادی نمیشه داشت. فقط تنها امید این جامعه باید برگرده به نهادهای مردمی. اگر اینها فرصت پیدا بکنن که خودشونو سازماندهی بکنن، که خودشونو مستحکم بکنن، این رابطه و این معادله بین به اصطلاح روحانی و بقیه قدرت رو یه مقداری تغییر میدن. امروز مسئله چیست؟ امروز آقای روحانی میگه که خب من سیاست جدید میارم، سیاست جدیدم طبعا مورد حمایت ولایت فقیه هستش، ولی حتی اونجایی هم که تمایل به سوی اعتدال هست، اگر جامعه مدنی ایران، اگر نهادها، اگر کوشندگان، اگر روزنامه‌نگاران فعال نشن، نتونن بیش از پیش به صحنه بیان و این شکاف رو عمیق‌تر بکنن، اگر این کار رو نتونن بکنن، خواهید دید تمام این ماجراها و تبلیغات کنونی در واقع به نحوی به پایان خواهد رسید و اینها مجدداً به همون به اصطلاح به خاطر اینکه طرف مقابلشون اونها هم پرزور هستن، یعنی در واقع اصولگرایان یا مثلا جناح احمدی نژاد یا جناح پاسداران، اینها حرف دارن برای گفتن و بنابراین نمیتونن میدان رو برای جناح رفرمیستا یا اصلاح طلبان خالی نگه بدارن دنیا رو. بنابراین تنها امکانی که برای جامعه ایران امروز میتونه وجود داشته باشه، میتونه یک شانسی باشه، این هستش که بتونن از این میدانی که تا یه حدودی بعضی پیچ ها شل شده از این مکانیزم ماشینی که در حال حاضر در ایران وجود داره استفاده بکنن، وارد بشن و به خصوص با توجه به آنچه که در سطح بین‌المللی میذاره، سطح بین‌المللی یعنی فشاری که وجود داره در ارتباط با مجازات ها. ببینید شما در نظر بگیرید مجازات هایی که در سطح بین‌المللی صورت گرفت منجر به این شد که میزان صادرات نفتی ایران که حدود یه زمانی 2 میلیون بشکه در روز بود، امروز به 700 هزار بشکه برسه. یعنی نتیجه این چیه؟ نتیجه این افت شدید ارزها برای ساختن بودجه ایران هستش. و امروز خود دولت همین اخیراً اعلام کرد که دولت روحانی که بودجه ای رو که زمان احمدی نژاد تعریف و تنظیم کرده بودن، همین بودجه در واقع با کسری بودجه 110 هزار میلیارد تومانی مواجه هستش. 110 هزار میلیارد تومان. و بنابراین این بودجه که ساخته شده یک بودجه کاملا دروغی هستش. اینها برای اینکه بتونن یه مقدار فضا رو به اصطلاح فضای بین‌المللی رو آرام‌تر بکنن که بتونن نفت خودشون رو بفروشن، بنابراین در اون زمینه باید کوتاه بیان و در داخل هم تا یه حدودی باید نشون بدن که تمایل به یک سیاست دیگه دارن، ولی که این ماجرا کماکان به نظر من با شدت و ضعف ادامه پیدا خواهد. بله، تشکر. آقای نوید، در صحبت‌های قبلیتون به این نکته اشاره کردید که شرایط کنونی حاصل فشار مردم است و این مردم هست که خواست خودشونی که تغییر بود به جمهوری اسلامی تحمیل کردن و شرایط به گونه ای پیش اومد که الان است. و الان یه سوال اینجا پیش میاد که آیا با توجه به این مقوله این خواسته های مردم در کجای دولت روحانی قرار دارن که بخواد به این خواسته ها و این فشار مردم جواب بده؟ ببینید، هیچ کدوم از اینا، اولا میدونید آقای روحانی هیچ وقت خودشو اصلاح طلب هم نمیدونه، نه تنها اصلاح طلب نمیدونه، به شدت با جنبش 88 مخالف بود. یکی از دلایل این که اون از صافی تونست رد بشه، چون این یکی از نزدیکان رفسنجانی یا دست پرورده رفسنجانی و رفسنجانی رو نذاشتن، یکی از دلایلش این بود که موضع رفسنجانی نسبت به اصلاح طلبان و جنبش 88 و آقایان موسوی و کروبی و حسر اینا متفاوت بود. اون
خواهان آزادی اونا بود، به نوعی تا حدی دفاع کرده بود از جنبش 88، در صورتی روحانی محکوم کرده بود. این یکی از شرایط ولی فقیه و جناح راست افراطی برای اینکه کسی بتونه بیاد حتی کاندید بشه این بود. یعنی مهندسی که کردن این بود که کسایی رو که این گونه فکر نمی کنن حذف کنن کامل. بنابراین این اعلام کرد که من اصلاح طلب نیستم، من اعتدال گرا هستم. این از این. ولی حتی اون اصلاح طلبانش هم که یادمون نره، برای حفظ نظام جمهوری اسلامی به روش اصلاح این نظام معتقد بودن. چون اونا هم اصلاح طلبان نه دموکرات بودن، نه میخواستن جدایی دین و دولت میخواستن. نه تنها اونا نمیخواستن، حتی کسانی از اونا که الان از حکومت هم رانده شدن هنوز خواهان اینن که یه نوعی جمهوری اسلامی باشه. یعنی تو حکومت هم نیستن، بیرونن، فکرشون هم خیلی عوض شده، ولی بازم میبینید که جدایی دین از دولت رو میگید مثل به جن و بسم الله است. بنابراین اینها به هیچ وجه نمیتونن خواسته های مردم رو در برنامه هاشون بگنجن. اون چه که در مقاطعی پیش اومده، بخشی از خواسته های مردم تونسته در دوره انتخابات یا بعد از اون یه مدتی در برنامه اینها مطرح بشه. یک بخشی از خواسته های مردم، اصلی ترین خواستی که امروز مطرح اینه که این وضعیت دین و دولت، این جدایی، این که حوزه ها بر مملکت حکومت میکنن، این بره کنار. ولی خب اینا اساس کارشون بر اینه. ولی خب وقتی خاتمی مثلا روایت دیگری از اسلام رو مطرح میکرد، تأکید بر قانون رو، حداقل بر اون بخش از قانونی که هیچ وقت رعایت نشده بود، خب این جذبه پیدا میکرد برای مردم، برای اینکه بخشی از خواسته های مردم در توش منعکس بود. همین بخش هم اگه پیش بره، فضایی رو در جامعه باز میکنه که این مردم بتونن حرکت بکنن. حرکت هم یعنی حرکت جنبش های اجتماعی، یعنی جنبش زنان، جنبش ملیت ها، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جوانان. اینا خواست های گوناگونی دارن که اون وقت مطرح میکنن. دولت در برنامهش اینا رو نمیذاره. اینها رو، این جنبش های اجتماعی به این، در این فضایی که باز میشه تحمیل میکنن. فضا باز میشه یعنی چی؟ یعنی وقتی شکاف میفته بین این گرایشات جناح‌های مختلف حکومت، قدرت سرکوبشون کند میشه، تضعیف میشه. نمیتونن به اون شدت، یک پارچه نیستن، نمیتونن به اون شدت. وضعیت اقتصادیشون خرابتر میشه، باز شکننده تر میشه. اگر یه رونقی میتونستن در جامعه به وجود بیارن، به اعتبار اون رونق سرکوب میکردن از نظر سیاسی، ولی حالا هم از نظر سیاسی سرکوب میکنن، هم از نظر اجتماعی سرکوب میکنن، هم از نظر اقتصادی مردم زیر وحشتناکترین فشارها امروز قرار دارن. و عواقب این رو میدونیم، فساد، فحشا، اعتیاد، چه جنایت هایی در جامعه. واقعا خبرهایی که از جامعه میاد آدم میشنوه اصلا دیوانه میشه از این وضعی که الان در جامعه بین جوان ها وجود داره. این وضعیت اینا هست. یعنی بنابراین ما اگر دنبال اینم بگردیم که خواست مردم چه چیزی، باید دید که چه گوشه هایی از خواسته های مردم میتونه اینجا باشه. من تا اونجایی که به مسائل درونی برمیگرده گفتم در خیلی محدود میتونه این فضا باز بشه. برای اینکه میدونید این فضا رو اینا خودشون متوجه هم میدونن، رو آتش فشان نشسته. از یه جا کافیه که باز بشه، بعد دیگه کنترل ندارن. اینها میخوان که داخل رو کاملا کنترل بکنن، در بیرون بتونن این بحران رو بلکه حل کنن، بلکه این وضعیت اقتصادی رو یک کم تخفیف بدن، این بحران رو. ولی خب همونطور که در خارج میخوان این مذاکره رو پیش ببرن، لازمه اون ممکنه یک تغییرات کوچکی در داخل باشه. همه اینا میتونه برای جنبش مثبت باشه. باید از اینها، حالا بعد صحبت میکنیم که اپوزیسیون وضعش چیه، باید نسبت به این مسائل آگاه بود. اولا دید واقعیت ها رو باید پذیرفت. یک نیروی سیاسی اولین کارش اینه که خیره به واقعیت نگاه کنه، خوشایندش هست یا نیست، و بعد
برای اون راه حل بده. یه همچین وضعیتی تو جامعه ما وجود داره که خب نسبت به این الان برخوردهای متفاوتی در نیروهای مختلف، اپوزیسیون درونی بیرونی، ما شاهدش هستیم که بعد اگر شما یه بحثی رو باز بکنید راجع به سیاست اپوزیسیون، اگه فرصتی باشه من بیشتر مایلم اونجا راجع به این صحبتی بکنم. تو اینو گذاشتم برای سوال پایانی. بله بسیار. به هر حال خب آقای ایجادی یک نکته دیگه هم در رابطه با سیاست خارجی صحبت کنیم، بعد برسیم به همون نکته که آقای نویدی اشاره کردن. به نظر شما در بُعد خارجی، البته مختصر صحبتی کردن آقای نویدی، شما این عملکرد دولت روحانی رو در بُعد سیاست خارجی در تقابلی که با دنیای خارج از ایران دارن چطور می‌بینید؟ سیاست خارجی جمهوری اسلامی امروز نشان دهنده یک گردشی در حرف و یا تا یه حدودی در مذاکراتی که در نظر گرفتن رو بیان میکنه. صحبتش رو دوست عزیزم کردن و من فکر میکنم که آنچه که امروز دولت ایران انجام میده نسبت به اون واقعا شرایط زشت و ناسالم دوران احمدی نژاد که آبروی هر ایرانی رو در واقع در سطح جهانی میبرد، باز به هر حال آبرومندانه تر هستش. ولی یاد اون باشه که هدف یک کشوری مانند ایران در یک سیاست بین‌المللی، یک دیپلماسی بین‌المللی چیست؟ این سیاست باید معطوف باشه به امر صلح، معطوف باشه به کسب دانش، علم و تکنولوژی، معطوف باشه به اصطلاح همکاری‌های گسترده اقتصادی، همکاری‌های گوناگون در زمینه‌های تکنولوژیکی و غیر ذلک. امروز تمرکز سیاست آقای روحانی به حول مسئله سیاست اتمی برمیگرده و این کافی نیست. یکی این که باید ببینی که تا چه میزان اینها میتونن در این زمینه پیشرفت بکنن و تا چه میزان اینها میتونن در واقع امتیاز بدن، به خاطر اینکه امروز غرب میدونه که ایران در بن‌بسته، میدونن که در واقع در موقعیتی قرار دارن که بیش از گذشته فشار میتونن بیارن. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی ایران خرابه، مسئله مبادلات ارزی کاملا به اصطلاح مسدود شده و در بن‌بست هستش، و از سوی دیگه ایران که تمایل این داشته که در ارتباط با غنی‌سازی بره فرای 20%، البته در گذشته گفته بود تا 3.5%، ولی رفت تا 20%. امروز غرب میخواد در واقع این رو جلوش بگیره و شاید در واقع بتونه تا یه حدودی به رژیم ایران این امر رو تحمیل بکنه که اون بخش 20%ش رو در حالت تعلیق نگه دارن با فرمول‌هایی که مورد نظرشون هستش این حرفا. بنابراین این به این معنی نیستش که جمهوری اسلامی نسبت به سیاست اتمی خودش در واقع به اصطلاح چشم میپوشه. نه، به هیچ وجه به نظر من نیست. اینها تاکتیک هایی هستن، اینها عقب نشینی هایی هستن برای اینکه بتونن شرایط اقتصادی ایران رو از این بن‌بست کنونی خارج بکنن. اجازه بدید یک نکته دیگه هم مطرح کنم که گرچه به هر حال داخلی هستش ولی کن در ضمن به منطقه برمیگرده، و اون هم این سیاست مربوط به محیط زیست ایران هستش. و ما میدونیم الان به تمام نشریات که توجه بکنیم در ارتباط با رودخانه به اصطلاح ارومیه، دریاچه ارومیه، زاینده رود و رود کارون، این یک جنایته. یعنی از نظر حقوق بشر وقتی ما میگیم جنایت حقوق بشری در ارتباط با از بین بردن انسان‌ها، این هم از نظر خود به اصطلاح قوانین بین‌المللی یک جنایت نسبت به محیط زیست انسان‌ها هستش. امروز در این زمینه یکی از به اصطلاح پیشنهاداتی که آقای روحانی کرد در زمان انتخاباتش، گفت من در ارتباط با مسئله به اصطلاح دریاچه ارومیه اقدام قاطع می‌کنم. از زمانی که ایشون اومده یک کمیسیونی به وجود آوردن که این کمیسیون در حال به اصطلاح کار کردن راجع به مسئله ارومیه هستش، ولی هیچ گونه اطلاعات روشنی به جامعه داده نمیشه. افراد نمایندگان نهادهای مردمی و اونجه ها و متخصصین غیر دولتی در این به سر کمیسیون وجود نداره. این دموکراسی به هیچ وجه نیست. این در واقع چه بسا شیره کشی باشه، چه بسا در واقع باز یک توهم ایجاد کردن که من میخوام راه حلی رو گیر بیارم. بنابراین این مسئله هستش که
نه تنها ایران بلکه کل منطقه میخواد عمل بکنه. اگر آقای روحانی در این زمینه میخواست قاطعانه عمل بکنه میتونه کنفرانسی بذاره در این زمینه با کشورهایی که در به اصطلاح خاورمیانه هستن، عربستان سعودی، کویت، به اصطلاح امیران خلیج فارس، جنوبی خلیج فارس، ترکیه و عراق و ارمنستان و آذربایجان که در ارتباط با این بخش از مسائل واقعا به شکل جدی وارد صحبت بشه، وارد چاره‌جویی بشه و متأسفانه در این زمینه هم این دولت لنگ است. امیدوارم در آینده شما این وقت رو داشته باشیم که چون یک برنامه خاص میخواد که فرق راجعه محیط زیست در خدمت شما داشته باشیم. خب آقای نویدی، من گفتم بحث خارجی رو یکم ادامه بدیم، ولی خب با توجه به که فرصت زیادی حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، میرسیم به بحث پایانی و اون صحبتی که شما اشاره کردید، موضع اپوزیسیون است. آیا به نظر شما موضع اپوزیسیون تا الان در قبال جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت به چه شکلی بوده و به نظر شما در ادامه باید چه شکلی باشه؟ ببینید، اپوزیسیون خب یک سیاست واحدی نداره. ما بخش‌های گرایشات مختلف در اپوزیسیون داریم و مواضع مختلفی میگیرن. برخن بخشی که تا حالا خودشون رو در اپوزیسیون هم میدونستن، مواضعشون دیگه در اپوزیسیون نیست، در پوزیسیون درون حکومت، حتی در درون حکومت به عنوان مشاورین یک مقدار راستر از خود همین دولت هم هستن بعضی هاشون. یعنی اونهایی که یه دوره دنبال اصلاح طلبی بودن و تمام تخم‌مرغ‌هاشون رو در سبد اصلاح طلبی می‌ذاشتن، الان برخن یه گرایشی این اصلاح طلبان رو هم و اصلاح طلبی رو چپ‌روی می‌شناسه و اعتدال‌گرایی رو تا این حد به جمهوری اسلامی نزدیک شدن. بل. خب اینا دیگه سیاستی در درون اپوزیسیون نمیشه از اینا صحبت کرد. در یعنی نه اینکه بخواد کسی از کسی درجه‌ای بگیریم، به کسی درجه‌ای بدیم، ما کاری نیستیم، ولی خود اینها دیگه خودشون رو در اپوزیسیون تعریف نمی‌کنن، در اپوزیسیون جمهوری اسلامی. دنبال اینن که ببینن رهبر رو چطوری با اون آشتی بدن، از اون یکی جدا کنن، اون مثلا فلان گرایش رو مثلا چیز کنن، ولی در چارچوب همین نظام، در چارچوب همین قانون، قوانین که وجود داره. بنابراین اونا رو بذاریم کنار. یعنی اون نیرو همیشه دنبال اینه که چی در قدرت و چطوری در اون بالا بایستی کار کرد، یا مثلا به روحانی نامه بنویسن، به خامنه‌ای نامه بنویسن که اینطوری بکن، اونطوری بکن. در بخش دیگری که اپوزیسیون هست، اپوزیسیون یعنی مخالف جمهوری اسلامی هست، یه گرایش متاسفانه اصلا کاری نداره که در ایران چی میذاره، چه اتفاقاتی میفته. اینا اصلا این صحبت هایی که ما داریم میکنیم اصلا مهمه یا مهم نیست، این همه اینا رو نقشه میدونه و ساختگی میدونه، سناریوهای مختلف میدونه و بنابراین فقط مسئلهش اینه که جمهوری اسلامی نباید باشه. درستم است، نباید باشه. منم همراه هم که ما خارج از جمهوری اسلامی دنبال آلترناتیو، از جمهوری اسلامی و تلفیق دین و دولت و فلان، نه چیزی برای آینده جامعه ما در نمیاد. اگه نکته مثبتی بود، ولی مسئله اینه که ما موظفیم منافع آتی مردم رو خط راهنمای خودمون قرار بدیم، ولی به منافع آنی مردم توجه داشته باشیم، به همراه مردم برای همین منافع آنی مبارزه بکنیم، و اگر این کار رو بخوایم بکنیم اون وقت این مسائل اینطوری اهمیت پیدا میکنه که چی چه برخوردی میکنه با آمریکا، قضیه به کجا میره، بحران اقتصادی آیا به این شکل در میاد، زندگی مردم رو به این وضعیت فلج میکنه، یا یه بهبودی میتونه به وجود بیاد، آیا مثبته یا نه. خب یه عده از این که مثبت نتیجه میگیرن که خب باید دنبال آقای روحانی سینه بزنن، یه عده اینا رو اصلا نادیده میگیرن. یه بخش خب معتقده که جمهوری اسلامی ایران اساسا مانع استقرار دموکراسی در ایران،
تا جمهوری اسلامی ایران هست ایران روی دموکراسی رو نمیتونه ببینه. بنابراین خط راهنماش روشنه، عبور از جمهوری اسلامی، کنار زدن جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی یا هر چیزی هر اسمی که بذاریم، بدون جمهوری اسلامی ساختن یک نظامی دموکراتیک که تنها و تنها و تنها یک مرجع قدرت داره و اون رأی و اراده مردم باشه. بنابراین ما به اون طیف تعلق داریم، من در مورد اون طیف الان صحبت میکنم. ما موظفیم به اون چه که در جامعه میذاره توجه بکنیم، ببینیم چه تغییراتی داره به وجود میاد، این تغییرات چه تأثیراتی در زندگی مردم میذاره، این تغییرات چه نقشی چه فضایی برای جنبش های اجتماعی به وجود میاره. برای اینکه جمهوری اسلامی کنار برود، کنار برود، سرنگون بشود، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من و شما نیستیم که از اینجا میریم سرنگون میکنیم. جمهوری اسلامی را جنبش های اجتماعی، حرکت مردمی میتونه از جا بکنه و بندازه تو زبالدان تاریخ. ولی برای اینکه به اونجا برسیم بایستی این جنبش ها حرکت بکنه. هر فضایی که برای این جنبش باز بشه ما باید از اون فضا استقبال بکنیم، نه اینکه قهرمان بسازیم از آقای روحانی، از آقای خاتمی، از اون یکی، نه اینکه اینا 200 نفر رو بگیرن ما بگیم محکوم میکنیم، 10 نفرش رو آزاد بکنن، صحبت بکنیم که آقا اینا خیلی دموکرات شدن الان دیگه وضع عوض شده و اینا. خب 190 نفر دیگه شون اونجا هستن، یادمون میره. ما میریم برای یه حرکت که زندانیان سیاسی رو آزاد کنید، بعد وکیلاشو میگیرن، بعد میافتیم آقا وکیلاشو آزاد کنید، وکیلا آزاد فکر میشن، فکر میکنیم که خیلی دیگه تغییری کرد و فلان، همون زندانیایی که به خاطر شرکت کردیم هنوز تو زندانه. بله. بنابراین بدون اینکه اون خط راهنما رو گم بکنیم، اون شاغل رو گم بکنیم، ولی به مسائل روزمره جامعه بایستی با دقت، با مسئولیت توجه بکنیم. سخته، این سیاست سختیه، فکر میخواد، درک میخواد، درایت میخواد، کار میخواد، استراتژی میخواد، وگرنه نفی هر چیزی ما رو به جایی نمیرسونه. اون ورش هم که گفتم یه بخشی هستن که دیگه اصلا نمیشه از اپوزیسیون صحبت کرد و در درون اپوزیسیون جا میگیره. بله، تشکر. خب آقای ایجادی، متاسفانه 3 دقیقه بیشتر وقت نمونده صحبت شما رو در این زمینه. خواهش میکنم. من فکر میکنم که مسئله مرکزی این هستش که قدمای ما چیست و سقف خاصای ما چیست، و روشنه که از نظر من نوعی دموکراسی و به اصطلاح رعایت حقوق بشر در ایران برای یک نظام عادلانه تر. با توجه به این هستش که منی که در فردی از این اپوزیسیون روشنفکری و یا سیاسی ایران قرار گرفتم، این خاص برای من کماکان پابرجا باقی میمونه، و کسانی که امروز در درون این جنبش هستند، یه بخشیشون که خود رو جمهوری خواه، سکولار و یا مذهبی ملی یا ملی مذهبی قلمداد میکنن، یک نیروی خیلی متنوع ولی قوی هستن که اینها شدیداً سیاست زده هستن، شدیداً تمایل به اصطلاح جلو گرفتن از رادیکالیزم در درون جامعه هستن، و اینها در واقع کارشون و اقدامی که میکنن بسیار منفی هستش در ارتباط با خواستای عمیق جامعه ما. و بنابراین اون بخش رادیکال جامعه ما که خواهان این اصول اساسی و این تغییر اساسی هستن، از این فضاسازی و جفسازی که این بخش میکنن که در واقع بیشتر تمایلشون خدمت کردن به این قدرت‌های گوناگون حکومتی هستش، نباید در واقع از خواستای خودشون دست بردارن. خواست خودمون رو پیوسته باید ادامه بدیم. روشنفکران هر انتقادی که دارن نسبت به مذهب، نسبت به سیاست، باریکای خودشون ادامه بدن. نیروهای سیاسی هر گونه رفور و یا اصلاحات و یا نگاه رادیکالتر نسبت به جامعه برنامه‌های عمیق‌تر دارن باید مطرح کنن، و بر پایه این چنین برنامه‌ای هستش که طبعا یک دولت رو مورد قضاوت قرار میدن، و این امر امر مبارزاتی است. تا زمانی که این خواستا تحقق نپذیره، کماکان اقدام، مبارزه و پیکار در یک جامعه هم ادامه پیدا خواهد کرد. خب متشکریم آقای ایجادی، متاسفانه وقتی نداریم جز رفع مثلا زحمت از حضور بینندگان عزیز. بسیار سپاسگزاریم از اینکه در برنامه شب ما حضور پیدا کردید. متشکرم. خب آقای نویدی، از حضور شما در برنامه امشب نگاه بسیار سپاسگزاریم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از همه دستندرکاران تیش، اونهایی که پشت صحنه هستن، زحمت میکشن و این شرایط رو فراهم میکنن که ما با هموطنان چند کلمه ای گفتگو بکنیم. خواهش میکنم. خب بینندگان عزیز، نقطه نظرات دو تن از فعالان و کنشگران سیاسی حاضر در اروپا رو شنیدیم در رابطه با عملکرد دولت روحانی طی حدود 3 ماهی که از به وجود اومدن اون گذشته. بسیار سپاسداریم از اینکه تا این وقت شب در برنامه ما رو دنبال کردید و امیدواریم که تونسته باشیم در خدمت شما بحثی رو در این زمینه شفافتر از گذشته کرده باشیم. تا دیدار دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، شب خوش و بدرود.